بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه ومن دعا بدعوته الى يوم الدین. بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم خوشحالم که با تقدیم برنامه دیگری از برنامه های اقرا در خدمت شما بینندگان عزیز قرار دارم. موضوع امروزی برنامه من هم متعلق به ماه مبارک رمضان است و موضوع بسیار مهم و حیاتی است. عنوانش است اخلاقیات رمضان. یعنی ما آیا وقتی که روزه میگیریم یک سری احکام متعلق به فقهی، احکام فقهی متعلق به روزه را فهمیدیم و به وجد در لابلای برنامه های اقرا صحبت فراوانی پیرامون احکام فقهی روزه شد؟ اما امروز پیرامون عنوان دیگری که به زندگی و به حیات انسان ارتباط دارد و حتی یکی از فلسفه های وجودی ماه مبارک رمضان هم این است تعلق میگیرد، یعنی اخلاقیات رمضان. منظور از اخلاقیات رمضان این است که چه مسائل و مباحث اخلاقی در رمضان مطرح است و یا هم روزه چه اهداف و مقاصد اخلاقی را دنبال میکند. این عنوان انشاءالله امروز پیرامونش صحبت میکنیم و پرسش های شما را با خود انشاءالله که میداشته باشیم. بینندگان عزیز، بدون شک فلسفه وجودی عبادات یکی هم این است که به وضعیت نابسامان انسان و به ویژه به وضعیت نابسامان اخلاقی او سر و سامان بخشد، یعنی حالتی شوریده و نابسامان اخلاقی انسان بیارد تهذیب بکنه و او را سامان بدهد، به او نظم ببخشه و کمال و ارتقا بدهد. شما وقتی به قرآن کریم و احادیث گوهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نگاه میکنید، در میابید که هدف و مقاصد عبادات در اسلام در مجموع سر و سامان دادن به وضعیت اخلاقی انسان است. این مدعا را با دلایلی از قرآن و سنت گوهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تایید میکنیم. اما پیش از آن یک تماس داریم از خواهر به نام زینب. بله بفرمایید خواهر. بله 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 خواهر، کمی بلندتر صحبت بکنیم، بفرمایید. بله، سلام علیکم. علیکم السلام خواهر، بفرمایید. ببخشیدم، فطر روزه را پرسق میکردم چند افغانی میشه؟ فطر روزه؟ بله. خوب است، با برنامه باشین صحبت میکنیم. خب پیش از اینکه به موضوع برنامه بریم، پرسش خواهر زینب به پاسخ میگیم. فطر روزه، خواهر عزیز، در احادیث چنان که آمده و ما امیدوار هستیم که را هم شما دقیق شوین و هم بینندگان عزیز، نیم ساع گندم آمده، یک ساع تقریبا 3 کیلوگرم و یا بیشتر از 3 کیلوگرم، امیقدرها در امی اندازه میشه، یعنی نیم ساع گندم تقریبا حدودی 1.5 کیلو گندم و 1 کیلو خرما هم آمده، یعنی 3 کیلو خرما، یک سا کشمش هم آمده، یعنی 3 کیلو کشمش و 1 کیلو جو هم آمده. حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه که وقتی مسلمان ها این چیزها را می پرداختن، یعنی گندم، خرما، کشمش، جو، معناشی بود که خوراک موجودی هم وقت همی بود، بناهن از خوراک موجود در هر جامعه هر چیز دیگری هم که باشد پرداخته شود مشکلی ندارد. خب به هر حال فقه احناف اجازه میده که
ای اجناس قیمتشان به پول هم پرداخته شوه مشکلی نداره، بلکه این دیدگاه فقه حنفی با توجه به او دیدگاه شیخ الاسلام ابن تیمیه و با توجه به مصلحت هایی که امروز ایجاب میکنه شاید قیمتش بهتر و نکوتر باشه، به دلیل اینکه اگر شما قرار باشه یک مقدار گندم رو به یک نفر بدین او را چیکار بکنه و یک کمی کشمشی را که شما بارش میتین یا خرما اینها را چیکار کنه، اما با پولی که شما میتین شاید بتونه یک مشکلش حل بکنه. به هر حال وقتی شما میبینین گندم اونجا 1.5 کیلو هست و خرما 3 کیلو هست، کشمش 3 کیلو هست و شما بین این دو یک حد وسط اگر انتخاب بکنین که مثلا حدودش از 100 افغان شوه فی نفر، به نظر من بهتر است. چرا ما 1.5 کیلو گندم هم داریم که حدود 30 افغانی یا 40 افغانی میشه فی نفر، اما او طرف باید را باید داشته باشیم که در او وقت 0.5 کیلو گندم در شبه جزیره عرب معادل یک نیم کیلو گندم معادل 3 کیلو خرما و یا کشمش میشده. بنابراین ما اگر اینجا کشمش 3 کیلو بگیریم یا خرما را 3 کیلو بگیریم یک قیمت بالاتر در حدود 700-600 افغانی میشه و این طرف هم 30-40 افغانی داریم. بنابراین به نظر ما حد متوسطش دست کم اگر 100 افغانی گرفته شوه بهتر است و باز خودتان هم میتونین که در بازار برین مثلا ببینین که امو 1 کیلو کشمش چند است، 1 کیلو امو 3 کیلو کشمش چقدر میشه یا 3 کیلو خرما یا 3 کیلو جو و یا هم 1.5 کیلو گندم چند میشه. 1.5 کیلو گندم طبعا حدود 30-40 افغانی میشه و خرما هم تو کشمش هم در حد 600-700 افغانی میرسه. به نظر من در حد متوسط همو 100 افغانی شاید درست باشه. خب موضوع برنامه من بینندگان عزیز گفتیم اخلاقیات ماه مبارک رمضان است. خب ما ادعا کردیم که یکی از فلسفه های وجودی عبادات در اسلام سر و سامان دادن به وضعیت نابسامان اخلاقی است. مثلا ما در قرآن کریم در باب نماز می خوانیم و اقیم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذكر الله اکبر والله يعلم ما تصنعون. نماز را برپا بدارید زیرا نماز یا صلات انسان از کارهای زشت و فساد و منکر و فساد باز می دارد. یعنی اینجا شما می بینید که بسیار به صراحت هرچی تمام فلسفه وجودی و پیامدی گوارا و قشنگ نماز که یکی از عبادات و ارکان دین است را سر و سامان دادن به وضعیت اخلاقی می خوانه و این مبحث ادامه می دهیم. اما پس از یک پرسش بله بفرمایید. قطع شد. به همین شکل وقتی ما می بینیم قرآن کریم وقتی از زکات به عنوان رکن دیگری از ارکان اسلام صحبت می کنه میگه خود من اموالهم صدقه. صدقه اینجا به معنای زکات است. از داشته هایشان از مالشان زکات بگیر. تطهرهم بها و تزکیهم بها. تا به وسیله اینها، تا به وسیله گرفتن زکات و صدقه اینها را طهارت ببخشی و تزکیه ببخشی. تماس دیگری داریم؟ بله؟ خب بنادگان عزیز یک وقفه داریم دوباره برمیگردیم. بنادگان عزیز مجدداً به برنامه خوش آمدید. بحثمان پیرامون اخلاقیات رمضان است. یعنی یک انسان مسلمان در ماه مبارک رمضان باید چه اخلاق را و چی صفات اخلاقی را باید رعایت بکنه. صحبت کردیم که هدف عبادات در اسلام یا یکی از اهداف بنیادین در از عبادات در اسلام این است که وضعیت نابسامان و شوریده اخلاقی را سر و سامان بدهد. برای تثبیت این مدعا آیاتی از قرآن کریم در باب نماز و زکات آوردیم.
یعنی خود لفظ زکات دو معنا داره، یکی به معنای رشد نموس، یکی هم به معنای طهارت و پاکیزه. یعنی در واقع خود زکات از یک طرف انسان از رذایل اخلاقی طهارت میبخشه و از طرف دیگر شخصیت، معنویت و تقوای انسان رشد و بالندگی میده. به همین شکل ما وقتی میبینیم از قرآن کریم از حج صحبت میکنه، میگه که الحج و اشهر معلومات. خب یک تماس داریم، فریده خواهر. بله بفرمایین. سلام، مولای صاحب خوب هستین؟ سلامت باشین خواهر عزیز، خوش آمدین. زنده باشین. مولای صاحب یک پرسان داشتم که همین کسی که زکات بده، از ما برادرم هست، بگویم که معتاد است، خودش بستر از شفاخانه نیست. من میدانم که فامیلش همراه خودم زندگی میکنه، فعلا خانهش جداست، اما فامیلش پیش خودم است، دیگه پدر و مادرم پیشم است. زکات از یا بالای ما فرض است، یا چون ما خودم وظیفه دارم کار میکنم، نفقه فامیل به دوش خودم است، دیگه باید زکات یکی فطر روزی شونه، یکی به خانم برادرم بتم میشه، یعنی که از وار خودم بتم میشه، یا باید خودشان بتن. خوب است. دیگه یک چیز دیگه هم پرسان میکنم مولای صاحب، که امی کسی که پدر و مادر پیش خود نگاه کنه، یعنی بسیار یک وقت طولانی تقریبا 10 سال دیگه، باز اگر رضایت نداشته باشن، گرچه که خوبی یا نیکی یا چیزی که باز هم رضایت نداشته باشن، پیش خداوند اجر داره یا نه؟ خوب است، خوب است، با برنامه باشین صحبت میکنم. خب خواهر فریده دو سوال داشتن، یک سوالشی بود که آیا زکات فطر برای خانواده برادرم که معتاد هستن میشه؟ بله خواهر عزیز، نه تنها که میشه، اجری بیشترم داره و نه تنها زکات فطر میشه، که زکات فرضی هم اگر به اینها داشته باشین بتین میشه و خداوند زکات تانه، طاعت تانه، عبادت تانه قبول بکنه، هیچ مشکلی نیست. تنها زکات مثلا شما به پدرتان، به مادرتان یا به کسایی که نفقه شما بالای از او، نفقه اونها بالای شما فرض است، یا کسی که مستقیم رابطه خونی با او داشته باشین، یعنی از مثلا فرزندتان، فرزند فرزندتان، پدرتان، پدری پدرتان، با اینها نمیتونین بودین. اما برای برادر، برای کاکا، برای ماما، برای اینها میتونین که زکات هم بتین، زکات فطر هم میتونین به همین ها بتین، بلکه نه تنها مشکلی نداره، بلکه اجر و ثواب بیشتر هم داره. و بخش دومی سوالتان این بود که کسی پدر و مادر اگر نگاه بکنه، آیا این مزد داره نگاه کردنی پدر و مادر، و به ویژه در صورتی که پدر و مادر با آدم رفتار زشت هم بکنه. ببینین قرآن کریم میگه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. پروردگارت فیصله کرد که تنها مرا عبادت بکنین. بعد از این چی میگه؟ با پدر و مادر نهایت رفتار نیکو پسندیده داشته باشین. حتی در این آیه مبارکه در یک قسمتش میآید که میگه ولا تقل لهما اف، حتی در برابرشان اف مگو، زجر و شکنجهشان مده، بالهای مهربانی و فروتنی را بر رویشان بگشا، بگو پروردگارا چنان که مرا اینها در کودکی پرورش دادن، اینها را بیاموز. قرآن کریم تا جایی میرسد که میگه اگر پدر و مادرتان مشرک هم باشن، کافر هم باشن، و اگر شما را به معصیت و نافرمانی خدا دعوت میکنن، شما از اونها اطاعت نکنید. اما صاحبهما فی الدنیا معروفا، در دنیا همراهشان رفتار نیک بکنین. یعنی عاق یا نافرمانی پدر و مادر یکی از گناهان کبیره هست. به این لحاظ وقتی شما با پدرتان، با مادرتان رفتار نیک میکنین، مشکلات اونها را تحمل میکنین، سر و صدایشان را تحمل میکنین، شما انشاءالله اجر بزرگ و کلانی را نصیب میشوین و انشاءالله ذخیره آخرتتان باشه. به هر حال موضوع برنامه من اخلاقیات رمضان هست. ما میبینیم همین ترتیب وقتی که قرآن کریم از حج صحبت میکنه، میگه الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج.
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. یای مبارکه را میبینین که از حج صحبت میکنم، میگه وقت شما اگر حج کردین و حج هم ماهای مشخص و معین و معلومی داره و کسی که در این جا حج بر او فرض شد و او حج کرد، در حج سخن زشت نگه، حرفهای نابسامان یعنی رذایل اخلاقی را مرتکب میشه. یک برادر از ایران تماس دارن. بله بفرمایین. بله. سلام علیکم ملکه. علیکم السلام، خوش آمدین برادر. سلام علیکم ملکه، خوبین؟ علیکم السلام برادر، خوش آمدین، صدای تلویزیونتان را پخش کنیم. خب متاسفانه تماس برادرمان قطع شد، امیدوارم که تماسشان دوباره برقرار شود. به هر حال خیری را که شما انجام میتین خداوند او را میدانه و ذات پیشه بکنین و بهترین ذات هم تقواست. و تقون یا اولی الالباب، ای صاحبان خرد از ما پروا کنین، از ما بترسین، تقوا پیشه بکنین. اینجا شما میبینین که در آیه مبارکه صحبت از حج میشه و بعد میگه که در حج فسق و جنجال و رذایل اخلاقی، جدال و اینها همه رفس وجود نمیداشته باشه. و بعد در پایان آیه مبارکه میگه هرچی خیری که شما انجام میتین خداوند او را میدانه و تقوا پیشه بکنین. خب یک تماس دیگه داریم. بله بفرمایین. بله بله علیکم السلام. علیکم السلام برادر عزیز، صدای تلویزیون رو تانه پخش کنین، بفرمایین. سلامت باشین برادر عزیز، صدای تلویزیون رو تانه پخش کنین، در خدمت هستیم. بله بله بفرمایین. احمد راست عزیز جان، تمام محترم احمد الله برادر، بفرمایین. سوال اون چیزی ناریس محترم، یعنی خانم کامل ازدار باشه، دو ماه سیمان تک بعد در بطن داشته باشن، این روزه اگر بگیره چطور میشه، اگر نگیره چطور میشه؟ اگر روزه بگیره دو مشکل باش پیش میاد، یکی که دلبدی پیدا میکنه برشن، دیگه سردرد میشه، یکی ضعیف هم نه، اگر بگیره میتونه مثلا بگیره روزه خدا، لیکن دو مشکل که باش پیش میاد، یکی سردرد میشه، یکی هم دیگه دلبد میشه. این چطور کنه؟ ادامه بده روزه خدا نتا، اگر نگیره بر سوا قضایی که بسن بگیره، آیا مسیح رو مکمل بگیره یا ایسا کفاره باش بده چی رکمه؟ گوش کنین برادر عزیز، خانم باردار مشکل دارن، آیا روزه بگیرن یا نگیرن، درست؟ بله، مشکل چی هست که وقت روزه بگیره سردرد میشه و از این نظر دلبدی بس پیدا میشه. فهمیدم، با برنامه باشین صحبت میکنم. خب بنندگان از یک وقفه داریم، دوباره به سوال برادر برمیگردیم. بینندگان عزیز مجدداً به برنامه خوش آمدید. یک پرسش برادر احمدالله داشتن در رابطه به خانم باردار که آیا میتونن روزه بگیرن یا میتونن که روزه شانه بخورن. بله میتونن روزه بگیرن، میتونن روزه شانه بخورن و اگر برشان مشکل است خوردنش بهتر است، به ویژه وقتی دکتر برش میگه که شما روزتان رو بخورین بهتر است، هم برای خودتان هم برای طفلتان، و با وجه وقتی که شما گفتین این مشکل داره روزشان رو بتونن بخورن و بخیر وقتی که جور و صحتمند شدن پس از رمضان امیر روزهایی را که خوردن، یک روز از دو روز از چند روزی که هست، چند روزی را که خوردن اینمی روزها را پس در غیر رمضان قضایش به جا میاره، دیگر هیچ مشکلی نیست. البته شرط نیست که مثلا اگر 20 روزه خورده 20 روزه پشت در پشت باید مثل رمضان بگیره، نه میتونه که یک روز بگیره یک روز بخوره، یک روز بگیره 5 روز بخوره، یا 5 روز بگیره 10 روز دیگه بخوره، یعنی هیچ مشکلی نیست، به صورت جداگانه میتونه که اینها را بگیره و قضایش به جا بیاره، خداوندی سهولت و آسانی را برایشان و برای ما مسلمان ها داده، از این استفاده بکنیم. فکر کنم یک بخشی از سوال یک خواهر به نام فریده باز مانده بود که پرسیده بود که آیا به همین طفلکای یا خانمی
برادرم که پیش ما هستن و اینها فقیر هستن، بی بضاعت هستن. یک بخش سوالشان این بود که ما زکات به اینها بپردازم. میشه؟ بله میشه. و فکر کنم یک بخش دیگری سوالشان این بود که از اینها اگر ما زکات فطرشان بپردازم میشه؟ بله، این کار داوطلبانه و تطور اگر شما میکنین کار خوب است، اما بالای اونها زکات فطر واجب نیست. چرا؟ زکات فطر بالای کسی واجب است که توانمندی داشته باشه. اونا که هیچ توانمندی ندارن، خودشان بار دوش شما هستن، نیازی نیست که شما یعنی به جای از اونها بپردازین، بلکه همین امکانات را که شما به کسی دیگری میتین بر خود همینا بتین که زندگیشان و آیندهشان تضمین شوه، هم صدقه میشه و هم کار نیکو بهتر میشه. و موضوع امروزی برنامه من گفتیم که اخلاقیات رمضان است. دیدیم که قرآن کریم در باب حج وقتی صحبت میکنه میگه که شما تقوا پیشه بکنین. میبینیم که عین قضیه را در بحث روزه قرآن کریم مطرح میکنه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، های مؤمنان روزه بر شما فرض شده است، نوشته شده است. کما کتب علی الذین من قبلکم، چنان که بر شما، بر کسانی پیش از شما فرض شده است. این که چرا فرض شده است؟ لعلکم تتقون، تا شما تقوا پیشه بکنید. یک سوال داریم. سمیع برادر. بله بفرمایید. بله بفرمایید برادر عزیز، صدای تلویزیونتان پخش کنین. بله سلام علیکم. علیکم السلام برادر عزیز، خوش آمدید. یک سوال داشتم دکتر صاحب، روزه کارت چهار با تماس بین من خانم نوما حمل است، میتونه روزه بگیره؟ نمیتونه. خب نوما حمل داره، درست؟ بله بله. خوب است، با برنامه باشین صحبت میکنیم. خب مثل که پیشتر یک برادر دیگری به نام احمد الله زنگ زده بودن، تازه برادر سمی از کارت نو یا کارت شخی از یکی از این کارتها تماس گرفتن. برادر عزیز، وقتی که خانمتان حمل داره، او هم ماه نوش است و در این وقت چنان که ما از دکترها شنیدیم نیاز داره به ای که مایات بیشتر بخوره و یعنی در مجموع بدونی حتی دلیل گفتن، بدون بهانه تراشیدن، برای زنان باردار شریعت اجازه داده که روزهشان را بخورن. همین روزهایی را که میخورن پس از ختم رمضان قضایش را به جا میارن. به این معنا اگر یک روزه خوردن، اگر دو روزه خوردن، اگر ده روزه خوردن، اگر کلی رمضان خوردن، اینمی را پس از ختم رمضان باز قضایش را به جا میارن. و چنان که گفتم این شرط نیست که مثل ماه رمضان واره قضایش هم امیتو پیهم باشه. یعنی به این معنا این شرط نیست که باید مثلا 30 روزه 20 روزه خوردن 20 روزه پشت در پشت مثل رمضان بگیره، بلکه میتونه یک روز بگیره، یک روز بخوره، یا 5 روز بگیره، باز 5 روز دیگه شده ماه دیگر بگیره. یعنی با فاصله های زمانی میتونه که بگیره، مشکلی نداره. خب گفتیم که وقت قرآن کریم از روزه صحبت میکنه، میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اینجا ما میبینیم که تقوا هدفی چه هست؟ هدفی روزه است. در آیت قبلی که از حج صحبت شد، دیدیم که مباحث اخلاقی را صحبت میکنه و بعد میگه رذایل اخلاقی نباید در جریان حج انسان مرتکب شود. و بعد این همه فضائل اخلاقی را قرآن کریم به گونه به تقوا تعبیر میکنه. همین است که در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش. خب به یه حدیث ترجمه میکنیم. یک خواهر به نام عایشه تماس دارم. بله بفرمایید خواهر. بله سلام علیکم. علیکم السلام خواهر، خوش آمدین. از کجا به تماس؟ از کارتیاریانا مولوی ساز یک سوال داشتم. بفرماین خواهر عزیز. مولوی ساز میشوارو من خیلی تقریبا ده سال شد تاوسی کردیم، دومون ده سال روزه نمیگره، نماز از پنج وقت ادا نمیکنه، روزه میگره. از این اسواره چی از خان میگن چی میگن از استفاده میکنه وقتی که به نماز میخیزانمش بسیار ده و دشنم بیتارم دگه بسیار خودم تلخ از کتش مولوی ساز برسم به یک رانمایی خودتان کنیم چی کنم کتازی چی قسم زندگی کنم.
چند سال میشه از عروسیتان؟ 10 سال میشه اولادم نداره مالیات بشه رک فرزندی گرفتیم یک و نیم سال میشه اوه اوه حال ما چی کنم اولوی سرکتاری فرزندی گرفتید ها؟ هر سامورم اولوی سرکتاری چی کنم اولوی فرزندی گرفتیم میگن شیر ندادی تو نامحرم میشه چی تو دو تا شیرهای ما طفل شیر خور داشتن نردی هم شیره نبا او شیر داریم امورم یک معلومات دیتیم اولوی سرکتاری شما شیر دادن یا کسی دیگری؟ نه دو تا هم شیرهای مردوش طفل شیر خور داشتن اردوش برای شیر داریم خب اردوش شیر خوردن؟ از خوارای ما شیر خوردیم شیر خوردن خوب است با برنامه باشین صحبت میکنیم خواهر عایشه از کارتای آریانا تماس گرفتن گفتن که شوهرشان روزه نمیگیرند و اگر میگیرند هم نسخوار میکشند و نماز هم نمیخوانند. خواهر عزیز فقها میگن که یعنی اکثریتش میگن که کسی که نماز برای همیش ترک میکنه یا منکر نماز میشه او طبعا مرتد میشه کشته میشه اما فقه احناف که نرمتر برخورد میکنه میگه کسی که تارک نماز میباشه او باید زندانی شود تا ای که دوباره توبه میکنه بدون شک چنان که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن فرق الفرق بین المسلم والکافر ترک الصلاه او کما قال النبی صلی الله علیه و سلم تفاوت میان مؤمن و غیر مؤمن مسلمان و کافر خواندن نماز است خب این که نماز روزه میگیرن خودش نشان میده که اینها معتقد به خدا و به روز آخرت و به اینها هستن اما مشکلشان این است که دین نمیفهمن شما تلاش بکنین یک سری اگر سواد دارن یک سری کتاب ها و مسائل دعوتی را متعلق به روز آخرت متعلق به نماز به روزه اینها را به عنوان تحفه و هدیه برشان بخرین که بخوانن اگر بی سواد هستن تلاش بکنین که کسیت ها و سخنرانی های از علما و دانشمندان مانه بخرین برشان سی دی ها را از علمای بزرگواری در این سرزمین داریم یا از دیگه سرزمین ها در این سرزمین ما مثلا سخنرانی های روز جمعه دکتر سبیاز نیازی و اینها را بگیرین برشان بتین خدا کریم است که با حال بیاین و شما پیوسته دعوت بکنین این دعوت شما بسیار اجر و مزد بزرگی داره که تصور نکنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت علی میگه لن یهدی بک الله رجلا خیر لک من الدنیا و ما فیها اگر خداوند به وسیله تو یک انسان هدایت بکنه برای تو بهتر از دنیا و آنچه در دنیا هست می باشد لذا کاری نیک میشه اما به هر حال شما اگر از زندگی با این آدم به سطوح آمدین و نمیتونین با او زندگیتان ادامه بدین و سرانجام دعوت و کارهای مثلا نصیحت شما هم در او اثرگذار نمی باشه شریعت حق برای شما داده که شما از او خلع بگیرین خلع به این معنا که به اصلاح همو پولی را که در مهریه به شما دادن شما او را به او میتین در بدل از او شما را طلاق میده و یا هم به قاضی مراجعه میکنین از طریق دادگاه شما میتونین که طلبی طلاق بکنین این حق شریعت برای شما داده اما آنچه را که به نام فرزند گرفتگی گرفتین این کاملا حرام است حرام است حرام است یک عمل زشت و ناروایی است که متاسفانه در افغانستان به صورت بسیار عادی انجام میشه یک کار زشت و نادرست است و ای آدم با شما هیچ محرمیتی نداره. سوال سومتان این بود که دو نفر وقتی که با هم شیر خوردن از یک مادر. شما تصور بکنین، من مثال میتونم. مثلا احمد و محمود از مادری به نام زینب شیر خوردن. اینمی احمد عیناً حکم محمود داره. یعنی هر کسی که محمود گرفته نمیتوانه، احمدم گرفته نمیتوانه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب آنچه که از طریق نسب حرام میشه از طریق رضاعت و شیرخوارگی هم حرام میشه موضوع برنامه من اخلاقیات رمضان هست به این مبحث میپردازیم اما پس از یک وقفه بینندگان عزیز مجدداً به برنامه خوش آمدید. موضوع برنامه اخلاقیات ماه مبارک رمضان است.
به همین لحاظ گفتیم که در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن چه روزداران فراوانی هستند که از روزه گرفتنشان ثمره‌ای به آنان جز تشنگی و گرسنگی نمیرسد. یعنی در واقع بعضی از آدم ها تنها خود گرسنه و تشنه نگاه بکنند، اما بهره دیگری از رمضان و از روزه نمی داشته باشند. معنای گپ این است که وقتی روزه و رمضان اهداف خود از جمله اهداف اخلاقی خود تحقق نبخشه، در واقع روزه یک ماهیت خود و پیام خود و معنویت خود از دست میده. مثلا یکی از چیزهایی که در ماه مبارک رمضان حرام پنداشته شده است دروغ گفتن است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی می فرماید: من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، کسی که سخن دروغ، سخن کج و نابسامان و نادرست و ناروار ترک نمی کند، فرو نمی گذارد، ولعمل به و عمل کردن به این سخنان زشت و ناروارم ترک نمی کند. یعنی هم این سخنان زشت و ناروار و دروغ میگه و هم به او خود عمل میکنه. فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه، خدا به این نیازی نداره که خوردنیشه و نوشیدنیشه ترک بکنه. یک تماس داریم از کارت 3. بله بفرماین. بله سلام علیکم، خوب هستین؟ سلامت باشین خواهر عزیز، بفرماین. میبخشین یک سوال داشتم درباره زکات. کسی که دوسیه اولی داشته باشه و امی قسمت زکات از کرایش میشه یا از قیمت خانه؟ خوب از دوسیه اولی با دهی حولی چه کار میکنه؟ اینا را به کرا میته؟ بله اولی به کرا است و شبان خودش بیکار است، وظیفه نداره، از امو امرار معاش فامیله. خوب است، شما با برنامه باشین، انشاءالله فرصت اگه بود پیرامونش صحبت میکنیم. گفتیم یکی از موضوعاتی که در باب اخلاقیات روزه مطرح است دروغ گفتن در ماه مبارک رمضان است. به همین لحاظ گفتیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن دروغ گفتن به این میمانه که یک انسان در واقع همو روزهش از پیامش، از ماهیتش تهی بکنه. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. لذا یعنی کسی از سخن دروغ و زیشت و ناروا دست نمی کشه به این میمانه که در واقع هیچ روزه نگرفته باشه، یعنی در واقع خود گرسنه و تشنه نگاه کرده باشه. در این ماه مبارک رمضان انسان در میابه که انسان هدفی فربیهتر و چاقتر از خوردن و نوشیدن داره. یک تماس دیگه داریم. بله بفرمایید. بله بله. سلام علیکم. علیکم السلام برادر عزیز، خوش آمدین، بفرمایید. یادر تماس جولایت المنزلتم محمد حسین هستم. خوب خوش آمدین برادر. ما سوال داشتم که می دو تا انجوالا هست. صدای تلویزیونتون پخش کنین، باز سوالتون رو داشته باشید. مگم ما سوال داشتم که بعضی اندوالا هست مثلا یک دیگه خود دو میزنه، یک دو میزنه، یک نمیزنه، اینا مثلا در روزه اشکال داره اگر نداره؟ خب به یک دیگر ناسزا میگن، درست؟ بله بله، یکش میگه یکش نمیگه، میگه من روزه خراب بشه تو که دو میزن دو میزن، ولی ما دو نمیزنم. باز دمیتو اندوالا مزاق داره. خوب است، روزه کدومش مثلا مشکل داره؟ نداره. خوب است، با برنامه باشین صحبت میکن. خب
پرسش برادر دقیقاً متعلق به موضوع برنامه است. ببینین، یکی از اخلاقیات ماه مبارک رمضان این است که ما از سخنان زشت و ناروا خودداری بکنیم. این کسی که میگه من وقتی گودش نامیتم میگم من روزه دارم روزیم خراب میشه، در واقع به حدیثی از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عمل کرده. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی میفرمایند اگر کسی در رمضان به شما دشنام داد و ناسزا گفت، شما دوبار به او بگین که من روزه دارم و روزه دارم. بدون شک ناسزا گفتن، دشنام دادن در ماه مبارک رمضان که حرام است که حرام است، اما در غیر ماه مبارک رمضان هم حرام است. ما مردم افغانستان عجیب مردمی هستیم. یعنی ناسزا گفتن و دشنام دادن هم مزاق و یا مزاح می نامیم. این هم مزاح است و نه مزاق است. این نشانه ای از اخلاق زشت، این نشانه ای از نبود تربیت خانوادگی یک انسان داره، هیچ ارتباط به مزاق نداره. مزاق مسلمان می داشته باشه، شوخی می داشته باشه، مزاح می کنه، اما حتی در مزاح و شوخیش دروغ نمیگه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه زیشترین انسان یکی هم این است که دروغ میگه تا اینکه مردم بخندن. لذا چی رسه به اینکه ما دشنام بتیم، حد که حرمت بکنیم، به یک دیگر ناسزا بگیم و بعد نام از زیر شوخی و مزاق بکنیم. خب گفتیم که در باب اخلاقیات ماه مبارک رمضانیم. انسان گفتیم در این ماه درک میکند، در میابه که برای هدف فربیهتر، بزرگتر و چاختر از خوردن و نوشیدن آفریده شده است. یعنی او درک میکند که او بنده شهوات نیست، او بنده خالق لایزال است. یعنی ماه مبارک رمضان تجلیگاهی و مظهری کامل عبودیت و بندگی است. به این معنا که در این ماه انسان میتواند درک بکنه که نه نفس، نه شهوت، من بنده شما نیستم. من اگر کسی دیگری که بنده او هستم فرمان بده به من، دستور بده که از اینی فرصت تا اینی فرصت چیزی نخور و چیزی نیاشام، و من نمیکنم. لذا یک درس بزرگ اخلاقی هست که انسان او را در ماه مبارک فرا میگیرد. بینندگان عزیز یک وقفه داریم، دوباره برمیگردیم. بینندگان عزیز مجدداً به برنامه خوش آمدید. موضوع بحثمان اخلاقیات ماه مبارک رمضان است. اما پیش از او یک خواهر از کارته سه تماس گرفتن، پرسان کردن در رابطه به ای که آدم چند تا حولی داشته باشه، آیا از اینها کرایه میته، از کرایه ایش زکات میته یا از نفس مال. این خواهر اگر صدای مرا میشنون در برنامه بعدی تماس بگیرن، برای ما مفصل بگن که آیا این خانه ها به گونه ای هست که بعضی ها مثلا خانه می سازه و هدفش از ساختن خانه ها تجارت است، یعنی می سازه و می فروشه، می سازه و به کرا می ته، می سازه و در گیره می ته، یا نه خانه مال شخصی خودتان هست، یکی دوتا برای نشستنتان جور کردین و بعد از مجبوریتی را به کرا می تین. این فرق می کنه. ما امیدوار هستم که شما با تماس شوین، باز پیرامون از این صحبت بکنیم. موضوع برنامه من گفتیم که اخلاقیات ماه مبارک رمضان است. یکی از خلقهای بلند دیگری که در رمضان وجود داره این است که انسان در ماه مبارک رمضان صبر و استقامت فرا میگیره. به همین لحاظ است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ماه رمضان شهر صبر نام گذاشته، یعنی ماه صبر و استقامت. از همین رو در واقع انسان در ماه مبارک رمضان تمرین صبر و استقامت و بردباری میکنه. آدم نمیخوره، تشنه میشه، گرسنه میشه. بعضی ها متاسفانه معتاد به مثلا سیگار و همانون دین ها چیزهای دیگری هستن.
همه اینها صبر و حوصله و استقامت میخوان. خواهر دیگری به نام راضیه از ولایت قندوز. بله بفرمایید. بله سلام علیکم آرزو بخیر. سلامت باشین خواهر عزیز، بفرمایید. بخیر باشین آرزو، سوال داشتم. بفرمایید خواهر عزیز. بخیر باشین، سوال ما است که آرزو به طرف روز تا تیار بشه ما چه زور کرد نماز اجازه میخوانیم. ساعت 8 بجه چی؟ بله ساعت 8 بجه صبح دو رکعت نماز اجازه میخوانیم. دو رکعت نماز چی میخوانین؟ نماز اجازه. نماز حاجت، خوب؟ یک سوال دیگه هم داشتم آلیسا. خوب، این سوالتان چی بود؟ خود دو رکعت نماز میخوانین، سوال ده چی بود؟ سوال من میسته که تا شب ساعت یک بجه دو رکعت نماز میخوانیم، نخول میسته نیاد که نماز خالی است نیاد کنیم. خوب است، دو رکعت نماز میخوانین، ایره چی نیاد کنین، درست؟ دیگه چی بس مالیسا، ما طرف یکی بکی هست تراویح هم میخوانیم هر خوبتا. تراویح میخوانین؟ بله. خوب است. خواهر راضی از قندوز پرسان کردن نماز حاجت. خب نماز که میخوانین خدا قبول بکنه، طاعت عبادتان قبول بکنه، مشکلی نیست. در وقتی که بخوانینش تنها در وقت طلوع آفتاب و در وقت غروبش و در وقت زوال، در این سه وقت نخوانین، دیگه در هر وقتی که شما میخوانین مشکلی نیست. و فقه احناف میگه که بعد از نماز فجر هم نخوانین. دیگر اوقات شما میتونین که نمازتان رو بخوانین و ای که شب هنگام نماز میخوانین، خب طبیعتا نمازی که بغیر از فرض باشه و بغیر از سنت های مؤکد باشه، اینها همش شما چه نیت نفل بکنین نکنین، او نفل حساب میشه و در میزان حسناتتان حساب میشه، خداوند طاعت و عبادتتان قبول بکنه. نماز تراویح میخوانین، کار خوب میکنین نماز تراویح میخوانین، اگر دسته جمعی هم بخوانین با هم میشه، اما یکی از خانم ها باید شما را امامت بوده، دو نفرم باشین میشه، سه تا هم باشین میشه. اما فرق جماعت مردان با زنان این است که زن که امام می باشد در وسط ایستاد میشه، یعنی کمی که واری بیشتر می باشه اما در وسط زن ها ایستاد میشه، اما مرد پیش می باشه. دیگر تراویح را یک سنت است و این هم از جمله نوافل محسوب میشه، خداوند در میزان حسناتتان حساب بکنه. گفتیم که اخلاقیات ماه مبارک رمضان یکی هم صبر و استقامت و حوصله و بردباری است. دوستان عزیز، صبر سه گونه است. یکی صبر بر طاعت است، یعنی مثلا شما روزه میگیرین، روزه از شما میطلبه که به طاعت صبر بکنین، حوصله من میخواست شما. صبر از معصیت است، شما جوان هستین، در انفوان جوانی قرار دارین، شهوتتان هم بر شما خدا بار میکنه، ولی از این معصیت و نافرمانی، یا قاضی هستین یا مأمور هستین، میخواین رشوت بخورین، میخواین مال حرام بخورین و مال دنیا هم زینتش بر شما مینمایانه، ولی از این شما صبر میکنین. این صبری از معصیت است. یکی هم صبری بر مشکلات و سختی ها هست که به انسان خداوند مشکلات و ناگواری های را دست میده به انسان و در برابر این مشکلات و نابسامانی های زندگی انسان از خود صبر و حوصله و استقامت نشان میده. در واقع این صبر های سیگانه میتونه که مظهرشه و تجلای کاملشه در ماه مبارک رمضان پیدا بکنه. و فراموش نکنیم که یکی دیگری از فضائل اخلاقی که در ماه مبارک رمضان او را فرا میگیریم این است که رمضان ماه تعاون و همکاری و بخشش است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در همه ماهای سال میبخشیدند، کمک و همکاری میکردند. وقت رمضان میشد مثل باد وزان، چنان که در حدیث آمده، میبخشیدند. در نتیجه ما یک دیگر دوست می داشته باشیم، یک جامعه متعاون و یک جامعه که یک دیگر دوست می داریم ببار می آید. به همین شکل یکی از فضائل اخلاقی دیگری که در رمضان به دست آمده نیست
این است که از همه خشمها و مظاهر و جلوه های خشم و غضب ما دور میشیم، چنان که قبلا در این مورد صحبت کردیم. چیز دیگری که بسیار مهم است که من میخوام پیرامونی از این صحبت بکنم که از فضائل بسیار مهمی ماه مبارک رمضان است، عفت و نزاهت و پاکدامنی و دوری از غیبت و سخنچینی و این کارهای زشت. ما به نمونه مثال غیبت میگیریم یا غیبت میگیریم که این چه حکم داره؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرمایند الصوم جنتون، روزه سپر است، مالم یخرقها، تا زمانی که سوراخ نشه پاره نشه این سپر. دارمی یکی از شارحان حدیث میگه که این غیبت است که همی سپره پاره میکنه. امام مجاهد از تابعان و تابعی یعنی کسی را میگن که با صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت کرده باشه، از جمله امامان تفسیر و پیشوایان علمی تفسیر است، میگه که دو خصلت است که کسی اگر اینها را حفظ کنه با خود داشته باشه روزش درست نمیشه، یکیش هم غیبت است و دیگریش هم دروغ گفتن است. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه یکی از صحابیان جلیل القدر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند وقت روزه گرفتین زبانتان روزه بگیره، چشمتان روزه بگیره، زبانتان از دروغ گفتن و از ارتکاب گناهان روزه بگیره. خب این سخن تا جایی میرسه که حضرت عایشه صدیقه همسر گرامی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که متوجه باشین برندگان عزیز، حضرت عایشه همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که اگر کسی در ماه مبارک رمضان غیبت کنه روزش می شکنه و باید قضا بجا بیاره. حتی تعداد از فقها مانند امام اوزایی و امام ابن حزم ظاهری معتقد به همین قول هستند، هرچند امام ابن حزم ظاهری تا جایی میرسن که گمان نبری اونها میگن که هر معصیت و گناه روزه را میشکنه. به هر حال حضرت امام غزالی رحمت الله علیه میگه که کسی که غیبت میکنه روزش در روز قیامت به او هیچ نفعی رسانده نمیتونه. خداوند از این رضایل اخلاقی ما را نجات بده. تا تقدیم برنامه دیگر که باز در خدمت شما بینندگان عزیز قرار میگیریم، شما را به الله پاک و بی‌نیاز می سپاریم. خداوند یار و مددکار همه شما.